زیر کشور ایران برای تمام اتباع ایرانی خود اخطار داده که دیگه هیچ کسی حق نداره با مهاجرین افغانی برخورد نادرست بکنه. و بعضی آشوب ها و شورش هایی هم که در کوچه پس کوچه های بعض سان ها صورت گرفته بود، این هم کار یک ایده اختشاشگرا داره. در استانداری اصفهان بر ریاست معاون سیاسی و اجتماعی استانداری برگزار شده بود که زیادتر تاکید روی ساماندهی اتباع خارجی بحث و تبادل نظر صورت گرفت. وطنداران عزیز سلام، وقت شما بخیر. امیدوار هستم هر کجای هستین جور و صحتمند و سرحال باشین. دوستای عزیز، امروز باز هم آمدیم با دو خبر دیگر از کشور ایران در مورد مهاجرین خارجی خصوصا افغانی. دوستان نهایت عزیز، خبر اول ای هست که امروز جلسه در استانداری اصفهان بر ریاست معاون سیاسی و اجتماعی استانداری برگزار شده بود که زیادتر تاکید روی ساماندهی اتباع خارجی بحث و تبادل نظر صورت گرفت. که اینجا ما عموم متنی که روی چی موضوع صحبت شده در اینجا من میمونم که دوستا خودشون هم بتانن مطالعه بکنن. و زیادتر تاکید روی و یا محوریت کار، اسکان و تحصیل اتباع خارجی بحث و تبادل نظر صورت گرفت که چطور میتونه خوبتر و بهتر برای اتباع خارجی کمک بکنن و زمینه را فراهم بکنه، البته برای اتباع خارجی مجاز، تا بتونه در جاهای مختلف کار برای خود پیدا بکنه، اسکان خوب داشته باشه و همچنان در مورد تحصیلشان بحث و تبادل نظر صورت گرفت. از جمله مهدی معینی مدیر کل امور اتباع خارجی استان اصفهان از نهادهای همکار و ادارات همسو با اداره درخواست کمک نمود و گفت در قسمت ساماندهی اتباع خارجی با اداره کل امور اتباع خارجی باید انا همکاری نماید. دوستان عزیز، تقریبا اولین خبر خوشی هست که ما از یک استان به گوش ما میرسد. اکثریت خبرها متاسفانه روی طرح ضربتی افغان بگیر، روی شروع شدن افغان بگیر در فلانی استان، بدرفتاری و شکنجه نمودن مهاجرین در فلانی استان، همچون چیزهایی بود اکثریت خبرها. ولی خوشبختانه امروز اولین خبری هست، اولین خبر خوشی هست که ما از استان اصفهان میشنیم. و همچنان مسئله اتباع خارجی غیر مجاز هست. اون مسئله معمول هست. هیچ کشوری قانونی نداره که یک کسی که بدون مدرک معتبر در یک جای و یک کشور براحتی و به آسانی کار را فعالیت بکنه. که ایران هم یک از کشورها هست که طرح افغان بگیر و یا طرد اتباع غیر مجاز در این کشور هم وجود داره. و دوستای عزیز، یک خبری تایید نشده البته که در بعضی یوتیوب چینل ها و بعضی سایت ها ما دیدم، یه بود که وزیر کشور ایران برای تمام اتباع ایرانی خود اخطار داده که دیگه هیچ کسی حق نداره با مهاجرین افغانی برخورد نادرست بکنه. و بعضی آشوب ها و شورش هایی هم که در کوچه پس کوچه های بعض سان ها صورت گرفته بود، این هم کار یک ایده اختشاشگرا دانست و گفت ما کوشش میکنیم به زودترین فرصت و اشخاص را به پنجه قانون بسپاریم. و همچنان گفت که اتباع غیر مجاز برادر ما هست، ایران خانه دوم آنها هست، ما دست به دست هم میتیم تا به خاطر آبادانی و آبادی کشور خود، یعنی که افغان ها هم از البته افغان های مجاز، ایران خانه دوم آنها هست، اونا هم باید با برادرای ایرانی خود دست به دست هم بتن تا ایران را آباد و سربلند بسازن.
دوستان یه همه خبر بسیار زیاد خوشحال و خوشحال کننده و خوش است اگر این خبر راست باشد. خب دوستان عزیز، ما کوشش میکنیم خبرهای جدید و بروز را از سایت های مختلف، از کانال های معتبر برای شما دوستان عزیز تهیه بکنیم و خدمت شما ارائه بکنیم. دیگه از پاسگزار هستم که تا آخرین لحظات ویدیوی ما را دیدین و گزارش ما را شنیدین. تا گزارش دیگه و ویدیوی دیگه شما را به خداوند کریم و رحیم می‌سپارم. تا درود دیگر، بدرود.